از دست دادنش را نداریم. سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ با انرژی مثبت. و من هم مثل همیشه سنز همون اول همین بوده، تمام سوال خوبم رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم که این روزهای پایانی سال خیلی به این فکر کنید که قراره در سال جدید چه اتفاقی براتون بیافته. سال گذشته تموم شد با همه خوب و بدش، یه 10 روز دیگه البته بکنم برای یه کنکوری واقعا یک دقیقه است، چه برسه به این که بگیم آقا 10 روز مونده، 9 روز مونده. خیلی از این تایم رو استفاده کنید، خیلی زیاد بچه ها. یعنی میخوام بهت بگم یه جایی میرسه این دقیقه های پایانی اسفند حکم مرگ و زندگی تو داره. با روزهای بعد از عید، روزهای بعد از عید روک بخوام بهت بگم دیگه مال تو نیست، یعنی دیگه اون برنامه‌ای که تو بخوای روش مانو بدی رو خیلی جواب نمیده. دیگه یه برنامه‌ایه که واقعا تعیین شده است، یه چیزیه به نام جنبندی، یه چیزیه که اصل داستان و دوران برداشت محصوله. این خیلی مهمه. پس از این تایمی که مونده نهایت استفاده رو ببرید که انشالله بتونیم نتیجه خیلی خوبی بگیریم. من مطمئنم که معجزه ها توی زندگیمون رخ میده و یک روزی این معجزه ها نتیجه روزهایی خواهد بود که صبر کردید. و این صبر خیلی راحت نیستا، یعنی اینکه آدم صحبت از صبر داره میکنه، فقط یه دانش آموزی که داره روزی مثلا 12 ساعت درس میخونه با کیفیت تمام، فقط اون دانش آموز میفهمه من دارم چی میگم. همین که آدم داره از تک تک لحظات زندگیش میگذره برای چیزی به نام کنکور، از تک تک لذتهای زندگی، بیرون رفتن، خرید دم عید، نمیدونم مهمونی، مسافرت، خونه تکونی، فلان ال بل، از همه اینا داره واقعا چشم‌پوشی میکنه. خانم دخترها که دیگه از آرشگاه رفتن و لاک و ناخون و فلان و این داستانا، خب همه دوست دارن به خودشون برسن نزدیکه، ولی واقعا اینا رو درک میکنم با تمام وجودم. ولی بهتون قول میدم لذتی که در آینده، نه آینده نه چندان دور، همین تابستونی که داره میاد، همون روز اعلام نتایج، همون اواسط مرداد ماه که تو میری نتیجه کنکورتو میبینی، تمام خستگی ها دونه به دونه، لذت هایی که ازش چشم پوشیدی و با جون و دلت تمام قد پای آرزوهات وایسادی، زحمت کشیدی، تلاش کردی، بهت قول میدم که دونه دونه این خستگی ها از تنت در میره. و اون لحظه است که آدم فقط لبخند میزنه. ببین تو وقتی به یه موفقیتی میرسی، دو تا چیز خیلی قشنگ داره. حالا هر موفقیتی که میخواد باشه، وقتی بهش میرسی اون چیزی که خواستی و اون موفقیت رقم میخوره، اولین اتفاقی که میفته اینه که خب میگی که دمم گرم، یعنی کامل برمیگردی و عقب یه نگاهی میکنی، اون شبایی که تا صبح بیدار موندم، اون روزایی که گوشی رو انداختم کنار، اون روزایی که چشم از خیلی از دوست داشتن هام برداشتم، مرسی، چشم از دوست داشتن هام برداشتم ارزشش رو داشت. این یکیش. یکی دیگهش، یه لحظه آدم میفته، میدونی یاد چی؟ یه لحظه آدم میفته یاد تمام اون آدمهایی که انرژی منفی زندگیت بودن و بهت گفتن ببین نمیتونی، ببین تو مال این حرفا نیستی، اون مشاور، اون معلم، اون دوستی که بهت گفت تو خنگی بابا، برو ته کلاس بشین، چرا فکر میکنی قبول میشی، چرا خودت انتظار داری؟ یاد حرف خواهرت و مامانت و بابات میفتی که با تیکه بهت گفتن حالا بذار ببینیم چی ازت در میاد. من میگم آدم توی این شرایطی که دیگران بهش انرژی منفی میدن و میگن نمیتونی، نمیشه، یه کار بزرگ باید انجام بده. یکی اینکه صبر کنه. بارها بهتون گفتم دیگه، تو کلاس رانندگی هم گفتم یه ویژگی مهم آدم موفق صبور بودنه. یکی اینکه صبر کنه، یکی اون لحظه یه لبخند بزنه و بگه که خودم میدونم دارم چی کار میکنم. و اون لحظه که نتایج اعلام میشه، به نظر من بازم سکوت کنه ها، ولی به خودش بگه که دیدی من تونستم، و تقدیم کنه به همه آدم هایی که بهش گفتن تو مال این حرفا نیستی و تو نمیتونی قبول شی، همه اون کسایی که واقعا یه روزی دلتون رو شکستن و
به همه دنیا. اول آدم باید خودش رو به خودش ثابت کنه. من باید خودم رو به خودم ثابت کنم که من این توانایی رو دارم توی این دنیای به این بزرگی یه جایگاه خیلی بزرگ برای خودم رقم بزنم، یه جایگاهی که پرستیژ اجتماعیشو داشته باشه، یه جایگاهی که درآمد خوب داشته باشه، یه جایگاهی که پدر مادرم بهم افتخار بکنن، یه جایگاهی که عالم و آدم مجبور باشن همه جا اسممو بشنون. اینا خیلی قشنگه، اینا خیلی انگیزه های بوده. آهای که این نگو من انگیزه ندارم، این آدم های کوتاه‌فکر نباش که بیام بهت بگم اگه قبول شی واسه یه آیفون 12 میخرم. نه، انقدر بزرگ فکر کن که بگو انگیزه زندگی من ماشین و آیفون نیست، انگیزه زندگی من اینه که یه روزی دنیا به اسمم افتخار کنه، یه روزی نه تنها تو ایران تو کل دنیا بتونم کار کنم، یه روزی پدرم بودم. همه اینا چقدر دارم حرف میزنم، چطو باز کن آقا ادمین، امروز ادمین سامیه نگم براتون، یعنی میخوایم اذیتش کنیم در حد تیم ملی. سلام، سلام علیکم، چه خبر امروز؟ سلام سلام به روی ماهتون، به 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 فاطمه قاسمی، محلا شکوفر، بله ارسلان، سبین، حنانه، محلا، الهه، امیر حسین عزیز، عرفان بیرامزاده، بله فاطمه رستمی، فاطمه تنگستانی، بله بله ماشاءالله اسم انقدر تون میره، نازنین عزیز، یکی از بهترین ها، ملیکای عزیز، بله سینا رسول نژاد، زهرا ملکی عزیز، از بهترین ها، رقیه حبیبزاده پرتلاش، بله لطیفه، نرجه، اصلا همه، محلا کلهرودی، امیرحسین خادمی، زهرا، آقا خیلی دمتون گرم، خیلی دمتون گرم، بکتاش، همه پرقدرت امروز توی کلاس هستید، کلی باهاتون کار دارم، کلی زیاد، امیرزا کشکار، زینب، امیر محمد، نه امیر محمدی، امیرزا محمدی فکر کنم، سپهر عزیز، نازیلا، بله بله مهسا، آقا یه سلام عسل عزیز، یه سلام بکنیم به همه یه کسایی که شاگرد من نیستم امروز مهمون کلاسمونن. آقا خیلی خوش اومدید، خیلی خیر مقدم، امیدوارم که نکات کلاس امروز، بله یاسر عزیز، آقا همه تون هستیدا، همه تون هستیدا، دمتون خیلی گرم، معیا بیاتی، نازنین که اصلا دیگه ترکون، بچه ها پرتلاش خدایی، این که میگم حمزه عزیز، سمیرا بی نیاز، فائزه راه داری، بله سنور عزیز و نگین و فرهان و فرهان کم پیدا یا ابوالفضل و همه همه، مرسی مرسی فاطمه نوروزی، دمتو خیلی گرم، من که خیلی عالیم، بابا مگه میشه من بیام سر کلاس شما حالم بد باشه، خدا وکیلی میشه؟ من دم خونه که حرکت میکنم تا برسم استدیو یه تهران رو خراب میکنم، انقدر انرژی دارم. خب خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، چطو ببند سامی، از اونجایی که تو خیلی بازیگوشی، شاگردام هم این تو هم خیلی بازیگوشن، زه حواسشون پرد میشه، نرجس جمشیده، آیدا حسینی و همه برای بچه ها، مرسی که انقدر پرقدرتی، سبا عادی بگه، یه سری بچه ها هستن خدایی خیلی پر انرژی، یعنی مثلا آدم مثلا گزارش کارم که میدن، مثلا من خیلی خستم، میبینی ساعت 3 شب دارم برنامه میدم، دارم چه یا میبینی با انرژی، استاد سلام، من این کارو کردم، این کار کردم، یه صفحه قلب و گل و بلبل، بعد واقعا اون لحظه تمام خستگیت هم در میاد، یه سری کلا انرژی مثبتن، دمتون خیلی گرم، مرسی که حال و هوای خوب خودتون رو، این هنره، این که ما یه آدمه ببخشید فس نباشیم تو جامعه و بتونیم حس و حال خوبمون رو به بقیه منتقل کنیم، واقعا هنره و من اینو توی شماها میبینم و لذت میبرم، شاید به خاطر همینه که دارم میام سر این کلاس کل انرژی دارم. خب بچه‌ها خیلی وقتتون هم نگیریم، خیلی صحبت‌ها داریم امروز، هم می‌خوایم در مورد کارهای نوروز صحبت کنیم، هم در مورد تکنیک مطالعه انتخابی صحبت کنیم که خیلی مهم و فرص و حائز اهمیت، هم می‌خوایم در مورد دوران جمع‌بندی چی باید بخونیم، چیکار کنیم، یه ذره اینو به من بالاتر بده، چقدر بخونیم، چی بخونیم، مهمونی بریم، مهمونی نریم، چی کار باید بکنیم، پشت سر هم درس بخونیم، تیکه تیکه بخونیم، مسافرت میشه درس خون، نمیشه خون، چی کار. ببین عید خیلی بازه زمانی مهمه، من یک کوچولو در مورد عید توضیح بدم، صفحه فری داریم استاد، برامون یه فری بذارید، بعد از این داستان میخوام یه چیز تکنیک مطالعه انتخابی رو بنویسم، چون خیلی کار خفنیه، قطعاًم به درد همتون میخوره این داستان. ببینید بچه‌ها توی دوران عید نوروز متاسفانه، دیروز داشتم با یکی از بچه‌ها حرف می‌زدم، حالا اسمش هم نمیارم، اتفاقا همین الانم فکر کنم سر کلاس بود و شاید راضی نباشه، دیروز داشتیم تلفنی با همدیگه صحبت می‌کردیم، در مورد گفتش که استاد
یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم بگو. ببین دانش آموز TNT که تازه یه هفته است فکر کنم ثبت نام کرده با من شروع کرده، فارغ التحصیلم از پشت کنکوریه. داشتیم با هم دیگه تلفنی تایم تماس زنگ زد داشتیم صحبت میکردیم، یهو گفتش که استاد من یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم بگو. گفت به خدا قسم من کسی بودم که توی کانون یا حالا آزمون X اسم نیارم، آزمون که میدادم ترازم 7000 خورده ای بود و واقعا دانش آموز قوی بودم. اینی که دارم میگم بچه خدا شاهده این واقعیته، به من دقت کن. گفت ترازم حدود 7000 خورده‌ای بود. فکر کن یه دانش آموز کنکوری خیلی خفنه آقا حاجی، خیلی خفنه که ما بخوایم تو بازه زمانی مثلا 8 به تراز 7200 رسیده باشیم. خدای کار خفنی. حالا یه اتفاقی که تراز درست ها، نه تقلب و این داستانا. بعد گفت که باورت نمیشه، من 8 که شد یه اشتباه ریز داشتم. گفتم چیکار کردی؟ گفت پا شدم رفتم مسافرت. مسافرت رفتن من همانا بدبخت شدن منم همانا. نرو مسافرت. حالا این همه سال زندگی کردی رفتی چی شد؟ یه امسالی رو بشین درس بخون، یه امسالی رو دور مهمون و مهمون بازی تو خط بکش، بازار و بازار رفتن تو خط بکش، خونه تکونی تو خط بکش. اصلا فرض کن چیزی به نام نوروز وجود نداره. اینم یه بازه زمانی ادامه درس خوندن منه و من واقعا دلم سوخت. گفتم چرا باید دانش آموز ما این اتفاق براش بیفته که یه مسافرت خیلی غیر ضروری، خیلی غیر ضروری بخواد واقعا نابود کنه تمام تلاش کسی که ترازش به 7000 رسیده. نکنید این کارو، خواهش ازتون میکنم. و مجبور شد یک سال دیگه پشت کنکور بمونه. ببین یه داستان بهت بگم، سیستم درس خوندن خیلی فرق میکنه. بذار یه مثال بزنم شاید بیشتر براتون جا بیفته. ببین شبیه یه کوچولو سیستم صبح از خواب بیدار شدنه. یعنی چی؟ ببین توی درس خوندن شما اگر توی درس خوندن یک روز کاملت فاصله بیفته بینش، دو روز کامل فاصله بیفته بینش و تایم مطالعه تو صفر باشه عزیز دلم، تایم مطالعه تو صفر باشه، تو باختت 100%. تو باختت 100%. چرا؟ نمیدونم این آدم ها رو دیدید یا نه، هر روز پدراتون مادراتون یک سال تمام دو سال تمام هر روز دارن ساعت 6 صبح میرن سر کار. ببین یه جمعه رو تا ساعت 12 میخوابن، یا خودتون یه روز آف میدید تا 12 میخوابید، یا یه مهمونی میرید یه روز سر. ببین روز بعدش دوباره برگشتن رو چرخه اصلی و اولی کار حضرت فیله، دیگه نمیتونی ساعت 6 صبح پاشی. بابا تو 10 ساله داری تو ساعت 6 صبح میری سر کار، حالا یه روز تا 12 خوابیدی، دیگه نمیتونی 6 بیدارشی. ببین درس هم همینه، خدا نکنه که شما یک روز تمام و کمال بینتون فاصله بیفته، یعنی درس رو ببوسی بذاری که نه ولش کن، یکم و دوم عید عشق و حاله، سوم عید میریم خونه سغرا خانم، چهارم عیدم اکبر آقا میاد خونه ما. استاد چی شده؟ چته؟ استاد میدون چی شده؟ یه چیزی که میخوام بگم، عمم خیلی وقت ندیدم، دخترمام هم همه دارن میان، نامزدی پسرم هم هست، یه دو روز تو عید درگیرم، اون دو روز رو بیچاره کرد. تعارف مگه باید دارم؟ مگه اومدم اینجا هندونه بزنم زیر بغلت؟ نامه عروسی نوه اقدس رو بذار بعد کنکور، تو نری تو عروسی هیچ اتفاقی نمیفته، واقعا نمیفته، عروسی تا دلت بخواد هست. پس این سیستم خیلی مهمه و عید متاسفانه تو چه بخوای چه نخوای، الانم که کرونا دیگه انقدر کنترل شده و دیگه اوکی، همه مهمونی و مهمون بازی و دید و بازدید و دارن، شده یک روز. پس حواستو جمع کن، خواهش ازت میکنم حواستو توی این بازی زمانی جمع کن که به خودت آسیب نرسونی بشی آقای ایکس و خانم ایگرگی که سال بعد این موقع به عنوان خدایی نکرده فارغ التحصیل بیان. اینا رو دارم میگم، شاید نمیدونم حالا هفته بعد کلاس داریم یا نه، احتمالا بعد TNT داشته باشیم، ولی حواستو جمع کن دیگه. عید خیلی بازه زمانی حساس و مهمه که تو باید درست بخونی. حالا الان در مورد هم جنبندیش صحبت میکنم، هم در مورد یه تکنیک خفن. ببینید بچه ها، این بیشتر برای کسایی این تکنیک جواب میده که ما میتونیم بگیم حداقل شاید 60% کنکوری ها این داستان رو دارن. میخوام در مورد یه تکنیک خیلی خفن باهات حرف بزنم، تکنیک مطالعه من خطم بد نیست، نمیدونم چرا اینجا انقدر بد میشه، تکنیک مطالعه انتخابی. خب خیلی به خدا خوش خطم
اینا با من این کارو میکنن. خب در مورد تکنیک مطالعه انتخابی میخوام صحبت کنم. این داستانش چی میشه؟ ببینید بچه ها، توی تکنیک مطالعه انتخابی برای بچه هایی که دقت کن به من، یه دقیقه دقت کن، یا صفر مطلق هستن، یعنی خودشو صفر میدونه، عملا میگه من تا حالا چیزی نخوندم، یا نخونده هاش خیلی زیاده، یعنی اینکه دیر شروع کرده یه سری مباحث رو خونده ولی اکثر مباحث مونده شده، آفلاین شده، عقب مونده شده. خب این دانش آموز باید چی کار بکنه؟ ببینید خیلی تکنیک خفنیه، خوب به من دقت کن. اصلا این تکنیک رو واقعا خیلی از رتبه برتر هم استفاده کردن ها، خیلی از رتبه برتر، یعنی اصلا مختصری نیست که تو بگی آدم ها، خیلی از رتبه برتر هم با همین تکنیک تو کارشون بوده. تو مصاحبه شون که میخونی میگه خب من از عید به بعد دیگه شروع کردم رو مطالعه انتخابی کار کردم. خب مطالعه انتخابی یه میانبره. شما مثلا وقتی حجم درسات خیلی زیاده یا صفر مطلقی تصمیم گرفتی توی این سه ماه یه نتیجه خوب بگیری، این خیلی میتونه بهت کمک کنه. حالا توی هر درسی به چند تا مورد باید دقت کنید. بچه ها وقتی میگم تکنیک مطالعه انتخابی، خب اسمش با خودشه، قطعا یعنی یه سری چیزا باید حذف بشه، یه سری چیزا انتخاب بشه. حالا ما توی این حذف باید به چی دقت کنیم؟ اولین مورد، وقتی من میگم مثلا فیزیک بره، چون فیزیکم خیلی زیاد مونده خانم سیف، آفلاینام خیلی زیاده، فیزیک بره تو بحث مطالعه انتخابی، منظور من این نیست که تو باید کل کتاب فیزیک رو حذف کنی. خواهش میکنم این اشتباه بزرگ رو نکن. این اصلا به معنی حذف کل نیست، به معنی حذف یه سری مباحثه. پس اینو دقت کن، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، هیچ موقع، هیچ درسی رو به طور تمام و کمال حذف نکنید. آهای عاقل، آهای تسلا، انیشتن که میای میگی من زبانو دیگه میخوام استاد حذفش کنم، سینرم سپر میکنه، انگار داره چیکار میکنه، زبانو کلا حذف میکنیم، میریم ریاضیو میتره کنیم، یه درصد بالا هم میگیریم. باشه الان براتون سازمان سنجش اونجا گذاشته که بیا این کارو بکنی. میدونی هیچ درسی این اشتباهه، مگر با مسئولیت خودت این کارو بکنی. به خودت این ظلمو نکن. اگر دانش آموزی در کنکور درسی رو صفر بزنه، به تعداد خیلی مدیدی به رقبا اجازه میده جلوش بیافتن. قید یه سری رتبه ها رو واقعا باید بزنی. وقتی یک درس تو کنکور صفر هست، قید یه سری رتبه ها رو عملا بزن. خب چرا؟ چرا داری به خودت ظلم میکنی؟ حتی درس زمین شناسی، ببین زمین ضریب نهفته داره بچه ها، ضریب نهفته. الان بچه های من از این دیگه میاد تو برنامه شون، ضریب نهفته داره یعنی چی؟ یعنی تو تراز کل این درس تاثیر داره. شاید تو زیر گروه یک که تو میخوای پزشکی دندان نیای، شما آزمون ایکس رو که میدی وقتی شرکت میکنی زمین رو 90 میزنی، به تو تراز 8000 میده، به تو تراز 8800 میده. خب این تو تراز کل تو مگه بی تأثیره؟ پس درسی رو صفر نذار، نذار، به خودت این ظلمو نکن. وقتی من میگم هست، منظورم کل کتاب نیست، مبحثی که خیلی سنگینه، مبحثی که خیلی وقت گیره، مبحثی که تو واقعا هیچ جوره متوجه نمیشی. خوب دقت کن، پس این به معنی حذف کل کتاب نیست. حالا یه چیز دیگه، این خنگا وقتی میگی مثلا فصل مشتق حذفه، مثلا نه یا بگو که خب کل مشتق هم حذفه، این هم کار آدم های خنگه. خب بیا یه مبحثی که راحته توش، حالا تو بحث مشتق سلکت کن اونو بخون. یا اگر قراره یه تیکش حذف شه، مثلا وقت نداری، کم بوده وقتی، مثلا مبحث مستقل، مثلا میذارم بینسازی، یه مبحثی که مستقل باشه، ربطی به بقیه قضايا نداشته باشه. پس ما کل فصلم حذف نمی کنیم تسلای عزیز، اینم دقت کن. میره سراغ مورد سوم، مبحثی که این خنگا رفتار نکن، به قرآن مداد و زدم تو دوربین، یعنی خنگبازی درارید این دفعه دیگه زدم آخر سال ترکوندم تموم شه بره. آقا من نمیدونم چرا میای مبحثی که قبلا خوندی رو حذف میکنی. خب مثلا وقت گذاشته تو پاییز فلان مبحث رو خونده، کار کرده، حالا اومده حذفش کنه. اه چرا؟ چرا واقعا دلیل این که مبحثی که قبلا خوندی چرا باید حذف شه؟ این هم حواست باشه. مورد بعدی، آقا درسی که آسونه
سریع جمع میشه، راحته. اینو حذف نکن، من خیلی خطم بد میشه، فکر میکنم قلمتون خیلی بده. چیزی داری بهم بدی؟ واقعا میگم اصلا نمیشه باش بنویسی، اصلا میره حرکت میکنه. حالا تلاشمو میکنم ولی واقعا ناراحت شدم، از صبحم پوشو زدم رفت صفحه بعدی. حالا آخه من اصلا دختر بی انضباطی نیستم، شلخته نیستم، نمیدونم چه اونجوری میشه. خب حالا موردی که هست اینه که پس فهمیدی کل مبحث حذف نمیشه، کل مبحث اوکی. نگاه کن نمینویسه، انگار بچه چهارم ابتدایی داره مینویسه. چون اینطوریه، چیزی عوض شده، تاچ تیوی رو عوض نکرد، واقعا اصلا خودش میره. من بنویس ببینم کل مبحث هرچی دوست داری، کل مبحث دیدی خیلی زشت شد، ببخشیدم ولی واقعا مبحثت قشنگ نشد. خب فکر کرده با من میتونه کل بندازه. خب حالا داشتم ببین، من یه لشکر پشتمه و الان چتو باز کنم با من کل انداز، این لشکر همه پشت من در میان. خب آقا پس یکی این که کل مبحث نباشد، کل فصل نباشد، مبحثی که قبلا خوندم نباشد، و مورد بعدی درسای راحت و آسون و ساده نباشه، چون اونا راحت جمع میشه. مثلا چرا مثل خنگا برم اونا حذف کنم؟ 25% سوالات کنکور به شدت راحت و قابل پاسخگویه. پس من مبحث راحت هم حذف نمی کنم. سوال مورد بعدی، مبحثی رو انتخاب نکن که بودجه بندی سوالش زیاد باشه. شاید یه وقتهایی تو بعضی کنکورها بچه ها 4 سوال به هم بریزه، ارزش سوالی بالا پایین بشه، ولی معمولاً اکثریت این اتفاق نمیفته. شاید طراح بخواد سورپرایزمون کنه، یهو امسال بیاد مثلا برعکس سوالهای قبل عمل کنه، ممکنه. ما باید آمادگی هر چیزی تو کنکور داشته باشیم و تو کنکور هیچ چیزی غیر ممکن نخواهد بود. پس کاری که انجام میدی اینه که مبحثی که ارزش سوالی زیاد داره و مطمئنی استاد تاکید کرده، خودت داری تو آزمونا میبینی، تو کنکور داری میبینی، خب حذف کردن این کار اشتباهی. پس این کار رو اصلا انجام نمیدیم. بعد مورد بعدی، ببین مباحثی که تو یاد میگیری بچه‌ها ولی وقت گیره. ما الان چیزی که اینجا برامون حکم مرگ و زندگی داره فاکتور زمانه. مباحثی که یاد میگیری ولی وقت گیره دیگه این باید حذف شه، حتی اگه یادش بگیری، حتی اگه بلدش باشی. ما تایم نه، الان اینجا بحث زمانه که فرص و خیلی برامون مهمه. تو رو قرآن OCD بازی در نیارید، وارد وسواس نشید، این خیلی مهمه. برای کسی که زمان نداره وسواس سمه، وسواس باعث میشه که تو واقعا مدامن عقب بیفتی، هی برگردی عقب، هی فلان، آی دوباره بخونم نمیشه. آقا مگه به خوندن خودت شک داری؟ مگه کنکوری درس نمیخونی؟ مگه فیدبک نمیگیری؟ نه نمی. استاد بلم کن بابا، چی میگی؟ که حوصله داره خلاصه نویسی کنه؟ آره من بیکارم، بیام بشینم 10 بخونم، حالا کتابمو ببندم بعد دوباره شروع کنم مثلا چیز کنم، کتابمو ببندم دوباره خودم توضیح بدم. آره من استاد حوصله دارم شروع کنم مثلا یه سوال 10 حل کنم. ای ولم کن بابا، من از اینام که لم میدم رو مبلیه کتابو میگیرم با چش 10 میخونم بعد خدافظ خدافظ پاراگراف بعدی. جون مادرت نرو سر جلسه، چون تو قبول نمیشی. این مدلی خوندی نریا، بری خودم زدم تو گوشت، میشینی تا خونه. کسی که کنکوری درس نخونده حق رفتن سر جلسه نداری، چون قبول نمیشه. ای درس خوندن مگه داری برای مدرسه میخونی که اون مدلی داری درس میخونی؟ یا داری تشریحی میخونی که داری اون مدلی برای خودت؟ یا طراح معلمته؟ یا فکر کردی دوباره تلفن رو برمی‌داری زنگ می‌زنی میشه 2500 به من بدی من قبول شم؟ زیر پاسخنامه کنکورت حتما بنویسین میشه به من 2500 بدید من قبول شم؟ پس مورد بعدی، خودم غندم میگیره به خدا. خب مورد بعدی این که پس مباحثی که بلدیم ولی وقت گیره اینا باید چی بشه؟ حذف بشه، چه دلت بخواد چه نخواد. اینا برای مباحثی که خیلی نخونده دارید و صفر مطلقید. و مورد، چون اصلا اگه این کارو نکنی ببین تو جنبندی نداری، و کسی که جنبندی نداشته باشه، حالا الان مراحل جنبندی رو هم توضیح میدم، کسی که جنبندی نداشته باشه خدافظ خدافظ، چون کنکور نتیجه نمیده. پس باید خوندنمون رو خیلی دقیق و عمیق کنیم که
اوکی بشه. مورد بعدی، ببین یه اتفاقی که ممکنه این وسط بیفته، از اونجایی که شاگردای من خیلی دلنازک هستن، از اونجایی که شاگردای من خیلی حساسن و روحیه‌شون خیلی لطیفه آقای سامی، و اتفاقی که افتاد، ادمینم همینا، من سیستم خیلی آدم حساسی، یعنی ممکن ناراحت شه بیرون. شاگردای من خیلی ادمین حساسن، روحیه‌شون خیلی، اصلا تحمل اینو ندارم از سرشون داد بزنم، باید کلا فقط قربون صدقه‌شون برم. و از اونجایی که این روحیه حساسی دارن، فکر میکنن اگر از تکنیک حذف استفاده کنن، چون با دقت ادمین داره گوش میده، این گنگور بده افزار رتبهش یک میشه. ببین فکر میکنن اگر از مطالعه تکنیک انتخابی استفاده کنن ناراحت میشن، یعنی فکر میکنن یعنی باخت، فکر میکنن یعنی یه راه به شکست نزدیک شدن، این یعنی کم آوردن، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. این اسمش با خودشه، یه تکنیکه. حالا نمیخواد دقت کنی کار رو انجام بده. این اسمش یه تکنیکه. یه تکنیک یعنی چی؟ این تکنیک به تو کمک میکنه که تمرکز تو روی یادگیری بیشتر بذاری. این خیلی مهمه. این حذف به معنای شکست نیست، به معنای تسلط بیشتر روی یادگیریه. پس فهمیدی تکنیک مطالعه انتخابی داستانش چی شد؟ اصلا نترسید، اصلا نترسیدا، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان هم ناراحت نشید. و یه موضوعی که خیلی مهمه، ذرایب درس ها رو لطفا در نظر بگیرید. ذریب درس ها خیلی مهمه. شما وقتی دارید توی تکنیک انتخابی کار میکنید، ببین رشته‌ای که مد نظرت زیرگروه چنده، اون زیرگروه درس ضرایبشون چند میشه، و حواست به اون باشه که وقتت روی اون درسایی که ضریب بالایی دارن بیشتر باشه، بیشتر از درسایی که ضریب کمتر داره حذف کن. اینم میتونه خیلی توی این نکته بهت کمک کنه. جون مادرت، جون مادرت، یه حرکتی بزن، حواست جون. اینقدر بدم آدم شلخته میاد، اینقدر بدم آدم شلخته، اینقدر بدم آدمی میاد که شاخ نخند. چرا به من میخنده؟ آدمی که شاخه به شاخه میپره، آدمی که نمیدونم، فکرم دارم این فکرم تو خودت شلخته ای. وقتی آدم میخنده یعنی من کجا شلخه؟ خیلی هم مرتب. حالا چیزی که هست اینه که یه حرکتی بزنید، بدم این کار میاد، خدا شاهده ببینم این دفعه دیگه قلم رو زدم اینجا، ادمین هیچ کاری نمیتونه، اصلا نمیتونه جلومو بگیره، دوربین خوش شده ریخته این وسط. اتفاقی که میخواد بیفته اینه که خواهش ازت میکنم، پراکنده خانی و شاخه به شاخه پریدن نداشته باش. یعنی چی بابا؟ این خرابه به خدا، این مداده خودش میره بچه، من دارم زورمو میزنم، میپره میره این ور اونور. پراکنده خانی دوست عزیزم برای شما سمه، هیچ دانش آموزی نباید پراکنده. یعنی چی؟ یعنی میگه خب حدیث سیف گفته حذف کنم، باشه یه سری مباحثو میام حذفش میکنم، اوکی بنداز دور بره. بعد در کنار این حذف کردن، اون چند تایی هم که انتخاب کرده عشقم میکشه الان برم توبه رو بخونم، فقط هم وارونشو حال میکنم، با بقیهش حال نمیکنم. خب ولش کن توبه، فقط وارون خونده شد. میدونی چی شده؟ الان عشقم کشیده برم گوارش رو کار کنم، مثلا روده رو بخونم، واقعا همون یه تیکش کافیه دیگه. ژنتیک میخوام کار کنم، همون قسمت مثلا چیز کافی. ببینید برای خودش مثلا یه تیکه از این یه ذره، از اون یه ذره، از اون یه ذره، 10 تا هم حذف کرده. چیکارت کنم؟ خدا وکیلی خودت بگو چیکار کنم. خب یه به من میشه آب جوش بدی؟ آره اونجا میشینه کلاس استفاده میبری، به ما آب جوش چای نسکافه. و چت هم برام باز کن تا تو برام چای میاری، من یه گپ بزنم ببینم اوضاع چه خبره. خب چت رو باز کنیم ببینیم چه خبر، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره رفقا؟ حالتون چطوره؟ سوال نکته در مورد چیزایی که گفتم. سوال نکته، دم خودت گرم آقا، دم خودت گرم، عالی خودتی، من عداتو در میارم. چه خبر؟ خب سوال، مرسی، منضبط بودن از خودتونه، من فقط عدای شما رو در میارم. بچه سوال در مورد حذف ندارید؟ چیزی بپرسید من بخوام جواب بدم؟ که مثلا میترسیم نکنیم این کار رو، البته من همه رو تقریبا گفتم، ولی چاک کریم آقا من خیلی مخلصتونم بابا، اینقدر انرژی ندید. خب
اینطوریا. خب نکته و تست الان توضیح میدم. بله بچه حرف خوبی زد. خب زیست و نه نه زیست برای تجربه بچه ترجیحاً خیلی کم ازش حذف شه، واقعا اینو جدی میگم. دروس حذفی گفتم دیگه، دورت بگم سنا خانم، درسایی که ضریب بالا داره واسه رشته‌ای که تو میخوای دانشگاه اونو انتخاب کنی علاقته، ترجیحاً اونا رو حذف نکن. درسایی که راحت تره میتونی حالا مثلا تستشون رو 100% جواب بدی اونا رو حذف نکن، وقت بیشتری بذار. درسایی که آسونتره، یادگیری زودتر اتفاق میفته، اونا رو حذف نکن. مباحث کتابستون و پاییز خوندی اصلا حذف نکن. همه اینا رو گفتم دیگه. اردو نوروزی بله، واقعا با این وضعیتی که من دارم میبینم برای یه کنکوری هر چیزی سمه، هر چیزی واسه تون خدا شاهده سمه. یعنی تو به این فکر کن، حتی عمت میاد نمیخوای بری بشینی پیشش، فقط تو اتاق یه جمله میگه تو میشنوی دیگه تموم شده. سلام خسته نباشی، دیگه تموم شد، ادمین رفته نیرو آوردن، لشکرکشی کردن، دعواست اینجا. بهتون بگم حواستون به من باشه، یه نفر دیگه رو آورد. خب پس چیزی که هست اینه که زبانو حذف نکن. این مسخره بازی ها چیه؟ به قرآن با کله میام تو دوربین، زبان انقدر تراز میده چون بچه ها همه ازش فرار میکنن. کسی که زیاد بزنه نتیجه خوبی میگیره. خب ادمینمون رفت، خدافظ. مرسی که ادمین جاش عوض شده، رفت، خدافظی کرد رفت. خب برو خسته نباشی. خب بیا شاگردام هم گفتن مثل کوه پشت منا. سامی ببین همه پشت مثل یه کوه پشت، یه لشکر اونجا خوابیده، چی فکر کردی؟ مرسی خسته نباشی. خب اردو آنلاین آره ظرفیتش محدوده و هنوز هم فکر کنم تکمیل نشده، چون اگه میشد به من اطلاع میداد. خب افتضاح دینی رو حفظ میکنم. ببین بعضی درس ها، یه دقیقه گوش بده، یه دقیقه ننویس جون من، یه دقیقه به من گوش بده. نوشته دینی برام سخته، بعد افتضاح یه دقیقه وایسا. میگه آقا دینی خیلی سخته، نمیتونم یاد بگم. افتضاحه. ببین هر دانش آموزی قطعا هم نقطه ضعف داره هم نقطه قوت داره، بدون شک. هم نقطه ضعف هم نقطه قوت داره. بعضی درس ها ممکنه نقطه ضعف تو باشه، خانم ایکس برعکس نقطه قوتش باشه به شدت. حالا من حدیث سیف گوش بده به من، یه دقیقه به من گوش بده. من حدیث سیف وقتی به این فکر میکنم، حدیث ببین تو قراره دانشجوی پزشکی، دندان، دارو، فیزیوتراپی، اتاق عمل، نمیدونم گفتار درمانی، هر چیزی، کار درمانی، بینایی سنجی، پورتز، نمیدونم اعضای مصنوعی، فلان فلان فلان، رشته خفن، دانشگاه مهندسی شریف امیرکبیر، نمیدونم علم و صنعت بخونی، حقوق، روانشناسی، حسابداری الزهرا دانشگاه تهران و و و چیزای تاپ. وقتی قراره به اونجا برسی، ببین هدی سیف، تو از مثال حالا این دانش آموز گفته من دینی بعدم میاد، دیر یاد میگیرم یه همچین چیزی. خب این دینی نقطه ضعف حدیث سیفه و من وقتی به این فکر میکنم که برای رسیدن به اون نقطه که الان گفتم باید همه این درس ها رو بخونم، پاس کنم، تست بزنم، درصد بگیرم، بیام دیدم و بهش عوض کنم. تو همین که میای میگی، همین به از نظر روانشناسی دارم میگم، همین که هی میای میگی که نمیتونم، نمیشه، سخته، حسشو ندارم، وای اول صبح استاد میرم کتابو باز میکنم و حالم داره به هم میخوره، اصلا کی حوصله ریاضی داره، کله سر بر من ریاضی گذاشتی. ببین همین مودها از نظر روانشناسی، همین حس و حالها به حدی انرژی شما رو تحلیل میکنه که اصلا قدرت یادگیری رو به جرئت میتونم بهت بگم 40-50% پایین میاره. همین تلقینه، همین انرژیه، همین که نه. خب حالا بیام دیدم و بهش عوض کنم. خب من قراره روپوش پزشکی بپوشم، هر استیفا حواست هست، قراره فردا با استودسکوپ و گوشی پزشکی و فلان و این داستان رو واسه عکس بفرستم بذاری این اینستاگرام و چیزی که قرار اتفاق بیفته، به این فکر میکنم خب پس این دینیه جزئی از انتخاب منه، من باید روش کار کنم. خب بارها بهتون گفتم، بارها اصلا جمله تمام زندگی من تو تمام سالهای کارم برای مشاوره تحصیلی بوده، درس ها مثل آهن رو باید بری سمتش، میگه عشقم خیلی خوش اومدی، تشریف بیار آقا در خدمتیم، تست منم بزن، ازش فاصله بگیری یه طوری دفعت میکنه. هر درسی بارها همه تو خنگبازی در نیارید دیگه بابا، خودتون میدونید دیگه، بچه هایی که دارن، بچه های شاگردای خود من دارید هر شب تست قرابت میزنید، به والله ده ها نفر تو تایم تماس به من زنگ میزنن استاد من این 3-4 شبی که تکنیک قرابت رو انجام ندادم به شدت افت کردم،
از روزی که فیزیک یه هفته تو برنامه من کمرنگ شده به شدت درصدم پایین اومده. بابا این درس همینه، ازش فاصله بگیری تو رو دفت میکنه، این مسخره بازیه چی در میاری؟ پس بیام چیکار کنم؟ بگم خب دینی اینه داستانش، هر شب تو برنامه یه روب ثابت کنم. چه اشکالی داره هر شب تو برنامه‌م یک روب ثابت کنم؟ یعنی میشه چی؟ یعنی میشه حمله به دروس عمومی. باکس شب برای همه شاگردان فرستادم، واسه همه تون رو کاغذ نوشتم فرستادم، وایس دادم، توضیح دادم روز زوج و فرد و بیچاره اون دانش آموزی که یه شب انجام نده، بیچاره اون دانش آموزی که باکس شبانه نداشته باشه، مخصوصا از الان به بعد عکس بر من نمیفرستی، نه با من دعوا داری، دودش میخواد تو چشم من بره، به من داری ضرر میرسونی، چشاتو در میارم. روز اعلام نتایج به والله دارم قسم میخورم اسکرین شات میگیرم واسهت میفرستم، میگم ببین فلان شبی بود که انجام ندادی و عکس نفرستادی، این شد که شد کلمه غیر مجاز، این شد که شد رتبه 10 رقمی. پس حواستو جمع کن داری چیکار میکنی. پس بیام چیکار کنم؟ آقا تایم بذار از اون درسی که فرار نکن، ریاضی فیزیک مازاد بر برنامه، مازاد بر برنامه اون درس تو برنامه ثابت کن. هر سه تو ساعت ریاضی گذاشته، خب من خودم شب و خودم که میدونم ریاضیم داره میلنگه، خودم که میدونم دینیم داره به طرز فاجعه باری افت میکنه و درصدش کمه و ضریب بالایی تو دروس عمومی داره، خب چرا باید ظلم کنم به خودم؟ چرا باید دور از جون ادای خنگا رو درارم که ندونم باید تایم بیشتری روش بذارم؟ خب شبی 40 دقیقه بشینم تست بزنم، تست سختش رو دانلود کنم، آزمون ایکس در موردش چی میگه، آزمون ایگرک چی میگه، من اصلا وقت ندارم، من انقدر درگیر الان که رسیدیم به ایک درگیر دانلود آزمون هم مستاد، اینو میزنم اونو میزنم، این کتاب رو زدم تموم کردم، 6 تا کتاب زیست تموم کردم، کجان این بچه ها؟ کجان؟ چون فقط یه تعداد محدودی هست. داری چی کار میکنی؟ تا 10 صبح خوابی؟ گوشی بازی داری؟ چی داستانت چیه تا 4 صبح بیداری؟ بیشتری تو اینستاگرام ولو شدی داری چیکار میکنی؟ خدا یعنی تو رو قرآن اون کسی که تا 4 صبح ول میگرده تو اینستا، واقعا میگم تو شبکه‌های مجازی تا صبح داره چت میکنه، با اون کسی که داری چت میکنی و اون پیجایی که بیشتری داری توش میچرخی، یه زحمتی بکش برو بهش بگو فلانی 3 ماه دیگه هم کنکور داشتم، تو بیا جای من برو سر جلسه، که شاید شرمنده خودت آدم بالاخره یه جاهایی باید از خودش خجالت بکشه، شرمنده خودت، خانوادت و بقیه نشی. پس دیگه اصلا حالم به هم میخوره یه حرف رو سر کلاس این میزنم. خب پس حمله میکنی به دروس عمومی، اونو ور میداری دیگه از عید به بعد، این خیلی مهمه. آی توی که میگی جنبندی چه شکلیه؟ آی توی که میگی تو عید نوروز باید چی کار کنم؟ حمله به دروس عمومی تا دلت بخواد پاییز و زمستون کمرنگش کردی، این خیلی مهمه. داستان چی داری نازیلا؟ داستان نداریم یه چی آقا؟ داستان من میگم آدم اولویت بندی بلد باشه، بدون اولویت الان چیه اصلا نیازی به تنش نیست. اشتباهتون اینه که فکر میکنید کنکور یعنی همه رو بخونیم، کنکور یعنی هیچی از نشه، کنکور یعنی به همه تستام هم باید جواب بدم. کی که میگه رستم دستانی؟ رتبه اول هم به همه تستا جواب نمیده. این دیده ببین من میگم این که میگه کنکور هوش توش تأثیر داره یا نه، من میگم اول پشتکار تأثیر داره. ببین به عنوان یه روانشناس میخوام بهت بگم پشتکار اول توش تأثیر داره که خیلی حائز اهمیته، بعد هوش. اون هوشه میاد به دادت میرسه که چی بخونم، کدومو حذف کنم، چی کار بکنم، چه مدل تستی بزنم. وقت اضافه یه دقیقه هر سیف من نباید داشته باشم، من انقدر درگیر تست زدنم استاد، اصلا وقت ناله ندارم، وقت استرس ندارم، وقت انقدر استادا تکلیف میگن، استاد میاد میگه فقط جزوه من، فقط کتاب من، اوکی حالا اونو که تموم کردم مازاد برام برم 10 تا یه جای دیگه بزنم، مگه کنکور قراره جزء استاد من سوال بیاد؟ من باید سوال آسون بلد باشم، سوال سخت بلد باشم، سوال دکترا بلد باشم، واقعا باید اینطوری باشه. پس هوش خیلی مهمه،
که تو بدونی باید چی کار کنی، چی بخونی، چطوری رفتار کنی. کلاس های نکته و تست. به محض اینکه استاد میاد سر کلاس، گوش بده به من، به قرآن اگر دانش آموزی، یه دونه کلاس نکته و تستش آفلاین بشه بمونه واسه هفته بعدی. یه طوری زدمت که بشه عبرتی برای آیندگان. یعنی سردر شهرتون آویزونت میکنم. این دیگه تیر آخره، دارم خودم رو اینجا میکشم. اگر از TNT ها عقب بمونی یه دونش آفلاین بشه، باختی. استاد این جلسه میاد به مشاورت طرح درس استادتو سریع ارائه میدی. استاد انقدر این تعداد تست تکلیف گفته، خانم سیف تا هفته آینده باید این بشه، این بشه، این بشه. استاد خانم دکتر گفته مثلا گوارشو بخون، گردش مواد بخون، اینو بخون، اینا رو باید تا هفته بعد تو برنامه من بذاری. ببین مدام باید با مشاورت در تعامل باشی، ریز جزئیاتو بهش انتقال بدی. این خیلی مهمه که بتونید بهترین برنامه رو با دانش آموزی که عقب میمونه، آی من خجالتیم، آی من روم نمیشه بهتون استاد بگم، آی استاد یادم رفت بهتون بگم، ای باشه خوب شد گفتی، چی کار دارید میکنید بابا؟ پس اینا رو باید انتها. پس حالا یه سوالم اینجا علیرضا پرسیده چیکار کنیم تراز. اتفاقا دیشب کارنامه هاتون رو همه اسکرین کردم، انشالله تا فردا همه رو استوری میذارم اینستا. بعضی ها واقعا ترکونده بودن، مثل آتنا زاره، 5000 به 6400 و واقعا پیشرفتای فضایی. مرسی که کلاس قبلی رو دیدید، کارایی که گفتم انجام دادید و ترکوندید، واقعا مرسی. خب پس اتفاقی که باید بیفته اینه که خب سوال تو حمید رضا آرام یه بار دیگه بنویس واسم. میشه قبل از عید نوروز سال تحویل بدم خونه مادر بزرگم؟ حالا یه دقیقه خونه مادر بزرگت برو، ولی دیگه این هر دقیقه دور خونه فامیل عمه خاله دایی نداریم. تو عیدم الان چش توضیح میدم. ببین این که تو به من میگی نازنین مدار رو حذف کنیم یا نه، این کاملا بستگی به تو داره که تو چه وضعیتی توی مدار داری. آیا میتونی روش وقت بذاری نتیجه بگیری یا نه؟ وقت گیره و واقعا به جای اون تایم میتونی بشینی گرما بخونی، همه تستای گرما رو هم درست بزنی و جواب بدی. میتونی ساکن بخونی همه تستای اینو ببین تو باید این وضعیت تو در دوران دبیرستانت، سال کنکورت، کلاسایی که رفتی، آزمونهایی که دادی کاملا مشخص میکنی. خب استاد یه ساعت میکشه متن زبان. نازیلا خانم عزیز دلم قربونه چشای خوشگلت شم، به خاطر اینکه ضعیفی، به خاطر اینکه این زبان بیسش ضعیفه، به خاطر اینکه پایش ضعیفه. من تو وایسی که روز اول بهت گفتم، روز اول براتون فرستادم در مورد تکنیک زبان توضیح دادم، تکنیک ریدینگ رو براتون توضیح دادم، گفتم بچه ها اولش خیلی وقت گیره، بچه ها اولش خیلی سخته، شاید یک ساعت، دقیقا همین جمله‌مه گفتم، شاید 45 دقیقه تایم تو رو بگیره، ولی تو باید به معنی لغتت رو ببری بالا. وقتی حدیث سیف میاد اینجا میز میشینه دونه دونه ماه سر خودش رو میکنه، میگه آقا صبر و حوصله یکی از رمزهای موفقیت همینه که تو نه اینجا بشینی تو روی من بگی چیکار کنم یه ساعت طول میکشه. پس تو دانش آموز صبوری نیستی. چرا؟ چون صبر به خرج میدی، کلمه در میاری، انقدر لغت در میاری، یاد میگیری، دامنه لغت رو بالا میبری که بعد از اید بگی استاد یک ساعته بود که بهت گفتم، الان یه روبه دارم حل میکنم. اصلا الان رسیدم به جایی که تو 4 دقیقه دارم متن زبان رو حل نمیم. ببین دقت نمیکنی حدیث سیف وقتی میگه صبر، تهش میرسه به اینجا. خب تعداد آفلاینام زیاده چه مباحثی؟ ببین عزیز دلم، این که تو تعداد آفلاینات زیاده من توضیح دادم، تو باید ببینی نقاط قوتت کجاست، اول اونا رو سلک کنی. نقاط ضعف وقتگیر و اصلا یاد نگیره تو بنداز زور، دیگه الان به دردمون نمیخوره، برو رو کارهای کار کن که خیلی نقطه قوتته. بعد اگر نکته و تست داری، اکثر استادا گفتن دیگه آفلاینا رو بندازید دور، بیاید سر کلاس نکته و تست اسفند. خب اینم که کاملا مشخص. خب روز سال تحویل، حالا دیگه یه روز نخوندن اشکال نداره بچه، درسته من اینجا خودمو کشتم، ولی یه روز حداقل تو اون یه روز 10 تا لغت بخون که کلا درس فاصله نگیری. خب خانم تو دوران جنبندی هر روز چش، من الان اینا همه رو توضیح میدم، نکته و تست ندارم، طرح نوبانه. خب طرح نوبانه همین دیگه، بشین سلک کن که تا فروردین حداقل ببندی تموم کنی، یه 2 ماه بذار اون وسط واسه جنبندی.
عشقیم به خدا، عشق خودتی، من عداتو در میارم، فیزیک و زبانو چجوری حذف کنم؟ صفرم. بشین مباحثی. ببین زبان لغته، زبان ترجمه است، زبان دایره لغت. من میگم آقا دانش آموزی که دامنه لغت قوی داشته باشه قطعا میتونه سوالای قواعد هم جواب بده، قطعا میدونه. حتی ترجمت قوی باشه تو میتونی به سوال قواعدم تا یه حد زیادی جواب. پس ترجمتو بیشتر کن، لغتتو ببر بالا، ریدینگ زیاد کار کن. خب بعد گفته و صدای کلاس نویتو دست میریم دیگه. آزو کی گفته آزمون ندی؟ های ده حسین یعنی موسر خودم اینجا تیکه تیکه میکنم از دست شما. آزمون دادن یعنی من برم مهارت تست یاد بگیرم، غلط نزدن یاد بگیرم، مدیریت زمان یاد بگیرم، کنترل هیجان یاد بگیرم، استرسمو مدیریت کنم، سوال سخت دیدم حالم بد نشه، بغل دستیم سه سود پاشد رفت واسخنامه رو داد سر کنکور، نگم خاک به سرم من بدبخت شدم هدی سیب این کنکورشو داد تموم کرد خودمو ببازم. اینا رو کجا میخوای؟ این چرا تو به نکته و تست داره؟ دورت بگردم. آزمونای نکته و تست هم که راحت 10 تا سوال قبل کلاس، اصلا شبیه ساز به شرایط کنکور نیست. شما باید 4 ساعت بری سر آزمون. اصلا من بهمن بهتون گفتم، گفتم الزامیه براتون آزمون دادن. مباحثم نرسونده، نرسونده. من میرم آزمون میدم هر چیزی که استاد درس داده. من تستشو زدم، ارزشیابی میکنم. ولی دیگه حالا اون استاد درس نداده، من تستشو نزدم، انتظاری از خودم ندارم، یا جزء مباحث حذفیمه. پس اینجا یک کار نکن من اینجوری هی جونمو قورت بدم. خب گفته که اردو آنلاین، بله اردو آنلاین ما 10، 11، 12 فارغ التحصیلا، حداقل تست تو نوروز. ببین الان دیگه شما رسی اصلا کاری با نوروزش ندارم، تو نیمه دوم سال تو باید حداقل دیگه روزی 200 تست رو پر کنی تا آخر شب از همه دنت هر درس 200 تا آخر شب 200. حالا یه روزای کلاساتون خیلی زیاده نمیشه، اون بحثش جداست، ولی دیگه 200 رو پر کن. من یادمه که یکی از بچه‌های بسیار خوبمون سرکار خانم دکتر رهبری از بچه‌های خوب الان دانشجو پزشکی، یکی از شاگردای بسیار خوب من بود. ولی اینکه این تو ذهنم شیلا مونده به خاطر اینه که من یادم هفته آخر فروردین شیلا 680 تا تست میزد روزی، البته فارغ التحصیل بود، ولی خب هستن اینجور بچه‌ها، یعنی دیگه دارن بعضی واقعا به مرز ترکوندن میرسن. یعنی من یادم مثلا میگفت کلا 3 ساعت میخوابم، یعنی ناهار میخورد تست میزد، شام میخورد، یعنی دیگه با تستتونو خیلی. من سر کلاس راه اندیشه هفته قبلی خودم رو کشتم که چقدر تست مهمه و نیم سال دوم تست، کنکور تست میطلبه. صرف بیننده یک فیلم بودن، آقا کلاس، کلاسی که تو بری میخواد آفلاین باشه، آنلاین باشه، جامع باشه، نوبان باشه، تی ان تی باشه، این باشه، ان باشه، اون باشه، ولی تستی توش نباشد خودت این قلمو دستت نگیری، تمرین نکنی، به والله قبول نمیشی، نمیشی. مگه بیننده سینمایی بشینی صبح تا شب؟ خب این کلاس تموم شد، بعدی برو، بعدی برو، بعدی. تست کی زدی؟ چند مدل تست زدی؟ تست سخت این مبحث چیه؟ تست آسونش چیه؟ کدوم آزمونا رو دانلود کردی تو این مبحث زدی؟ قلم چی گفت؟ گاد چی گفت؟ فورتیک چی گفت؟ ماس چی گفت؟ این چی گفت؟ اون چی گفت؟ کدوم این کارا رو کردی؟ به اندازه موهای سر تست زدی؟ نه، فقط صبح تا شب میرم خب کلاس بعدی، کلاس بعدی، کلاس بعدی، بشین تا قبول شی. صرف بیننده بودن، مربی تو هی بیاد بگه دمبلو اینطوری بزن، اینطوری بزن، اینطوری بزن، فرم بازود اینطوری میشه، تو هم هی بشین نگاش کن، آره اینطوری بزن، اینطوری بزن، اینطوری بزن، چقدر خوشندام شدم. پس کی تو تمرین میکنی؟ کی تو دستت میگیری این دمبله رو هی کار میکنی؟ اوکی؟ خب بعدی گفته که 11 ها باید تخصصی های 10 ببندن به اضافه کل دروس 11 و بعدم گفته به نظرتون همه کلاس ها دیدم تستاشون هم زدم موفق میشم؟ آره تست یلدا خوب زده باشی چرا نشی؟ این چه حرفیه میزنی؟ من همین الان بهت میگم خوب 3 ماه بعدی رو کار کنی تو رتبه ای بابا، ولی اگه رتبه شدی بیا بگو سر کلاس ها، چون کسی که الان تموم کرده باشه کل تستاش هم زده باشه ایدئاله دیگه، ایدئالم یعنی یه 3 ماه جنبندی خیلی خفن. خیلی خب پیج اینستاگرام من کنکور آندرلاین مشاوره، حدیث سیف هشتگ بزنید میاد.
خب بعدی استاد من امروز اول صبح کار داشتم، دینی خونم و توی سن نصف درس خونم. آقا نصف درس که اشکال نداره، اینو تو گزارش دستل بگو الان چون اینجا کسی که هیچی نخونده کدوم مباحث رو حس کنه؟ گفتم دیگه مباحثی که واقعا توش سخت واسد یاد نمیگیری، از همون دوران دبیرستان بیس و پایت ضعیف بوده، اونا رو حس کن و این وسط توجه داشته باش ارزش سوال اون مبحث کم باشه، بعد درسی رو انتخاب کن ضریبش واسه رشته مورد نظرت هم کم باشه. مشکلات روانشناسی داشته باشید، خب دیگه باید دکتر بری، محمد حسین جان روانشناس باید مشاوره بری، جلسات روانکاوی. خب بعد ساعت چنده بچه؟ کلی مباحث مونده، من هنوز جنبندی رو توضیح ندادم، نیم ساعت وقت داریم. استاد برنامه قلمچی بعد جنبندی خیلی چرته. ببین بستگی داره، خیلی چرته که دیگه شروع میکنه بیشتر به جنبندی. همتونم باید یه لطفی بکنید، خیلی مهمه، همتونم باید یه لطفی بکنید دیگه. بچه های خودم ها، شاگردای من، از بعد از این کل جنبندی های فورتی قلمچی سنجش باید همه رو شرکت کنید. خب حرف نداری استاد، مرسی. خودت حرف نداری؟ خودتی؟ فلسفه و منطق کدوم رو انتخاب کنیم؟ قطعا به نظر من منطق خیلی بهتره و من علاقه شخصیم به منطق بیشتره و یادگیریم تو منطق بیشتر، شاید شما فلسفه، ولی خب منطق راحت تره قطعا. استاد اگه الان از صفر، حتی من کلن یه سیستمی دارم، درسای سخت رو دوست دارم. من اصلا بچگیم اینطوری بودم، مثلا از اون دسته شاگردا بودم که تستای سخت رو جواب میدادم، سوالای سخت رو جواب میدادم، درسای سخت رو جواب میدادم و درسای آسون رو دوست نداشتم، سوالای آسون هم حال نمیگردم. چون منطق، حالا میگم منطق، خب مثلا همون تو بحث قضایای منطق و اینا، من کلا منطق رو دوست دارم، ولی فلسفه به نظرم راحت تره. ولی خب شما ببین چی رو دوست داری. خب خواهیم سه بیشتر اولویت تو این ده روز چی بذاریم؟ الان توضیح میدم چی کار کنید. خواهیم رحیمی چشم، من اردو رو الان میگم. توی اردو نوروز بله قطعا میتونید جنبندی و جبرانی ها رو ببندید. خب آقا چت رو ببندیم، بریم سراغ مبحث، کلی سوال جواب داریم. خب بچه ها، پس ما در مورد تکنیک مطالعه انتخابی کلی صحبت کردیم. بچه ها یه موضوعی بهتون بگم خیلی مهمه، نمیدونم حالا ما این همه هی میگیم آقا بخون بخون بخون، حذف کن حذف کن، دیگه بسته، خیلی نشستم، من پیش فعالم، نمیدونستید مگه من ADHD دارم باید هی تکون بخورم. ببین یه چیزی که خیلی مهمه و خیلی حائز اهمیته اینه که ما هی میگه آقا بخون آقا بخون، آقا حدیثه فقط یاد گرفته بیاد پشت دوربین به ما بگه نخبی ها، بعد جیغ جیغ هم بکنه نخبی ها، موبایل بازی نکنی ها، نره تو این اینستاگرام ها، ای جیغ بزنه تو سر ما که این کارا رو نکن. خب بابا تو خودت میتونی این کارا رو نکنی حدیثه، انقدر فقط میای اونجا شعار میدی. آره به قرآن من همه این کارا رو کردم، من 12-13 سال تو دانشگاه درس خوندم، منم این روزا رو گذروندم، ولی درکم میکنم سخته. منم وقتی داشتم برای کنکور کارشناسی ارشد دکترا داشتم همه رو میخوندم، قشنگ دلم میخواست یه وقتایی پاشم برم، مثلا من یادم سالی که کنکور ارشدمو داشتم اصلا دوست داشتم درس نخونم، فقط برم رمان بخونم. من اینکه اصلا فاز رمان ندارم خیلی، مثلا اون موقع هی دلم میخواست برم یه رمان بگیرم، بابا کنکور داری بشین سر درس، چرت و پرتا چیه؟ و واقعا خودم کنترل میکردم. بعد بعد کنکور با اینکه رتبه‌ام اومد و دو رقمی شد، خیلی خوب بود و واقعا راضی کننده بود، دیگه دلم نمیخواست رمان بخونم. اصلا انگار که آدم دنبال بهونه است که از درس در بره، دنبال یه کار غیر از درسه، دلت اینو میخواد. خب منم این روزا رو گذروندم، من با تار و پود بود، من سلطان کنکور ایرانم، انقدر کنکور دادم، آزمون دادم، دیگه واقعا میخوام بهت بگم با تمام تار و پودم دارم شما رو درک میکنم. این حرفایی که میام اینجا به قول تو جیغ جیغ میزنم میزنم تو سرت، چیزایی که خودم تجربه کردم. من بعدم میاد بیام پشت دوربین کلیشه‌ای صحبت کنم، دوستم همیشه چیزی که خود حدیث سیف تجربه کرده رو به بچهش منتقل کنه، چیزی که دانش آموز حدیث سیف تجربه کرد نتیجه گرفت نگرفت به بقیه منتقل کنه، این خیلی مهمه. حالا چیزی که میخوام بهت بگم، درسته من میگم آقا خوابتو درست کنی، نخوابی تا ده صبح، گوشی بازی نداریم ما، مهمونی نداریم ما، فلان، اینا در حد حرف نیست. آره حدیثه گفتنش خیلی راحته، جیغ جیغ کردنت پشت دوربین خیلی راحته، ولی اینکه من بخوام پارو دلم بذارم به این فکر میکنی؟ آره به این فکر میکنم، خیلی کار سختی. ولی تو میخوام یه جمله بهت بگم، ببین این خیلی جمله قشنگه، به نظر من آدم تا آخر عمرش
اینو یادش باشه. یعنی اینکه اصلا من میگم که بنویس بزن رو دیوار اتاقت. الان من یه سوال ازت دارم، به من بگو آره یا نه، فقط یه کلمه خودت همون لحظه بگو آره یا نه. الان از این وضعیتی که داری راضی هستی یا نه؟ خب این وضعیت چیه؟ منظور چی حدیثه؟ منظورم اینه که داری درس میخونی، خوابت به جای که در صبح باشه 6 صبح، گوشی بازی نداری، اینستان نداری، مهمونی نداری، عید نوروز نداری، بیرون رفتن نداری، خرید عید نداری، رفیق بازی نداری، گیم نت نداری، کلش بازی نداری، پلی استیشن نداری، اینو نداری، اونو نداری، غیر از این نیست دیگه، درسته؟ خب آیا یه آدم دوست داره انقدر محدود باشه؟ آیا یه آدم از وضعیتی که الان داره به یه آدم بگی تا آخر عمرت قرار این وضعیتت باشه آیا راضیه؟ آیا دوست داره؟ یه دقیقه چطو باز کن، آره یا نه، انصافا آره یا نه، به یکی بگی تا آخر عمرت قرار داستان دین باشه، آره یا نه، بگو آره یا نه، بگو ببینم، بگو بگو نه نه نه، فکر کن بهت بگن قرار تا 20 سال آخر زندگی داستان دین باشه، تموم شد و رفت، دمت گم، دمت گم، حرف حق، آفرین، دمت گم. کی دوست داره داستانش این باشه؟ حالا من میخوام یه چیزی بهت بگم. مرسی آقا، خیلی خیلی مخلصم، دمتون گم، چطور ببن. خب ببین، حالا این وضعیتی که الان داری میتونیم بگیم یه وضعیت دردناکه، یه وضعیتی که رنج داره، ولی تو میتونی این درد رو تحمل کنی. یعنی ببین، تغییر دیگه، ما تو سال کنکور تغییر میکنیم بچه ها. یعنی اینکه تو امسالت با کلاس 11 همه دیگه که نیست، فارغ التحصیلی که پارسال کنکور داد قبول نشد، امسالش با پارسالش یکی نیست، عوض شد، تغییر کرد، راه و روشش رو تغییر داد و هیچ تغییری، دقت کن دارم جمله رو، تو قرآن با جون و پوست و استخونت بفهم، هیچ تغییری توی این دنیا بدون درد و سختی نیست، هیچ تغییری آسون نیست، چون تو داری یه پلن رو عوض میکنی، چون تو داری یه تغییر رو ایجاد میکنی. پس حالا چه اتفاقی میفته وقتی که آسون نیست؟ یا میتونی این درد و این رنج و این سختی و هر چیزی که تو میخوای اسمشو بذاری، به خدا قسم رنج و سختی هم خیلی حال میده. یعنی اون لحظه که نتیجه کنکور رو میگیری تازه میفهمی به به، یه عمر زندگیمو ساختم، برو تا آخر عمر عشق و حال، دکتر دکتر تموم شد رفت، مهندس مهندس خفن، یه قرارداد میلیاردی میبندم، عشق میکنم از این رو. سن خیلی حال میده، خیلی آدم موفق واقعا به نظرم لذت بخش زندگیش. به خاطر همین خب، یا میتونی این درد رو، درد تغییر، دقت کن به جمله، یا میتونی درد تغییر رو تحملش کنی، یا تا آخر عمرت واقعا رنج دیدن تو این وضعیت رو داشته باشی. من ازت سوال پرسیدم تا آخر عمرت حاضری این شرایط و همتون اینه یه شیر اومدید وسط؟ نه. خب حالا که اینجوری بر من سینه سپر میکنی میریزی وسط میگی نه؟ خب تحمل کن. این 3-4 ماه دیگه من زور خودم رو زدم، تا به سون خودم رو کشتم، گفتم بچه دوران طلاییه ها، تو رو قرآن پاییز بشه میفهمی چی کار کردی ها، مدرسه بازشه، کلاس ها بریزه رو هم بیچاره میشیم ها. نگو نگفتم، انصافا نگو نگفتم، تابستون خودم رو کشتم خوب درس بخونید. پاییز شد، گفتم بچه پاییز حواستون رو جمع کنید بریم تو زمستون، چشم به هم بزنید، شب عید شده. نگو نگفتم، شب عید شد، الانم دارم بهت میگم دوران طلایی نوروز رو خراب نکن، 3 ماه بعد از عیدم تحمل کن، چون دیگه انقدر تو درگیر امتحان نهایی، خرداد، عید که از فروردین مثل برق و باد میره، خردادم که میره چون امتحاناته، یه اردیبهشت رو داری، به خودت ظلم نکن، یا درد این تغییر رو تحمل کن، یا یک عمر تا پایان عمرت تو همین وضعیت رنج، شاید تا پایان عمرت هی پشت کنکور نمونی ها، شاید تا پایان عمرت دیگه فقط یه بار دوبار کنکور بدی، هی قبول نشی نشه فلان، ولی تا آخر عمر اون رنجی که دارم در موردش صحبت میکنم حسرته. یعنی حسرتی که دیدی مامانا و بابا بعضی موقع میان بالا سرتون، تو رو قرآن تو درستو بخون به یه جایی برسی، من که نرسیدم، به خدا قسم من الان انقدر حسرت میخورم که یه روز برگردم به اون دوران مدرسه،
نگو نشنیدی دیگه، همه پدر مادرها میان میگن بچه، دخترم، پسرم، من خیلی دوست دارم تو این جامعه برای خودت کسی بشی. چرا اینا رو میگن؟ چون تجربه ای رو دارن که همش حسرته، چون تجربه ای رو دارن که تو سن 40 سالگی 30 سالگی اون چیزی که میخواستن اتفاق نیفتاد. میگه بچه من کاش اینو بفهمه که به سن من رسید عین من نیاد اینجا بالا سر بچهش بمونه بگه که کاش تو درستو حداقل میخوندی. بعدی ما آدم ها همینه دیگه، بلد نیستیم که از تجربیات دیگران استفاده کنیم. یعنی یاد گرفتیم که بریم سرمون به سنگ بخوره، بدبخت بشیم. مگه تو چند بار تا آخر عمرت قراره تو سن 20 سالگی باشی؟ مگه تو تا آخر عمرت چند بار قراره تو سن 25 سالگی باشی؟ همه این روزهای عمر که داره، من هر روز رو که خواب پا میشم، یعنی خونه که دارم میزنم بیرون، میگم خب حدیث سیف، امروز اگه سنت اینه، این آخرین باریه که امروز رو تجربه میکنی. فردای تو یه روز دیگه از روزهای عمرته و دیگه امروزه نیست، دیگه تموم شد، میمیری میری زیر خاک، همه این روزا تموم شده است. منظورم میفهمی چی میگم؟ یعنی ما فقط یک بار تو زندگیمون امروز داریم، این امروز دیگه میره. پس حواستو جمع کن، حواستو جمع کن تا یه عمر اونجوری میای میگی نه، بگی هری سیف بذار بهت میگم دنیا دست کیه، بذار کنکورمو بدم میام بهت میگم دنیا دست کیه. خب پس تو دوران نوروز یکی دقت کن، هی نگو تو این 10 روز چی کار کنیم. شما از الان به بعد باید حمله کنید به دروس عمومی. شاگردای من خودشون میدونن ریدینگ زبان هر شب، به خدا مدادشون خرابه، ریدینگ زبان هر شب، قرابت هر شب، آرای نهایتا یه شب درمی، آرایه هر شب، درک عربی هر شب، واژگان فارسی انگلیسی عربی هر شب، دیگه چی داریم؟ واکنش های شیمی هر شب، جدول عناصر شیمیایی هر شب، آیات دینی هر شب. اینا دیگه باید پررنگ شه، اینا دیگه اصلا باید تو باکس برنامه‌ت باشه، خیلی حائز اهمیته، خیلی. حمله کن به دروس عمومی، اینو داشته باش شبی 2 ساعت 3 ساعت دیگه از الان تا شب کنکور. اصلا عید چیه؟ تا شب کنکور این داستان برقرار باشه. خواهشن حواستو جمع کن که خیلی حائز اهمیته. خب خلاصه نویسیاتونو خیلی تو عید بچه ها استفاده کنین. اگر مبحثی هم انجام ندادی خواهشن انجام بده تو عید، یکی از بهترین فرصت هاست. چرا بهت میگم خلاصه نویسیاتو انجام بده؟ ما هفته آخر یا هفته قبل از کنکور وقت نداریم، وقت نداریم که بشینیم صبح تا شب این همه کتابو بخونیم، این همه جزوه رو ورق بزنیم، این همه وقت نداریم، وقت نداریم. من نیاز داریم به یه چیزی که محدود باشه. اگر مباحثی خلاصه نویسی انجام ندادید، به نظرم عید نوروز خیلی میتونه بهتون کمک کنه. دیگه کلاسور و زمانهای مرور رو شبکه زدن که بهتون تو قسمت خلاصه نویسی توضیح دادیم، تو کلاس خلاصه نویسی که اصلا خلاصه نویسی باید چجوری انجام بشه. خب ساختار شبکه‌ای هم که توضیح دادن تو قسمت‌های خلاصه نویسی همه سرگرد. یه سری مباحثی که ارزش سوالی داره، من اینو سعی می‌کنم تو اینستاگرام و تو کانال بذارم، بچه‌ها خیلی زیاده. مباحث و برنامه‌ای واسه عید و فلان و این داستانا، من اینو حتماً پی دی اف رو براتون توی کانال خودمون و توی اینستاگرام خودم حتماً می‌ذارم که توی عید بیشتر تو چه مباحثی باید مانور بدیم. خب مورد بعدی، این در مورد میانگین درصد هست، البته خیلی آپدیت نشده برای سال 97 که من اینو ارائه نمیدم که 1400 رو براتون بذارم، که البته توی یکی کلاسای کلاسینو تا یه حدی یه چیزایشو آوردم. و موضوعی که میخوام بهت بگم، بریم سراغ جنبندی. این صفحه فری بهمون بدید. ببینید بچه ها، یه ذره سیستم جنبندی دیگه فرق کرده. چرا فرق کرده؟ به ما تو زمان گذشته که کلاسی مثل TNT نداشتیم، الان عملا شما جنبندیتون داره با کلاسای TNT پیش میره. ما در زمان گذشته که TNT نداشتیم، یه کلاس تست های این مدلی نداشتیم، بچه ها 4 بازه زمانی چی داشتن؟ جنبندی داشتن. یکیش نیمه اسفنده، نیمه اسفند
تا که وای خیلی خط منو بد میکنه و من خیلی ناراحتم واقعا، اصلا نمیشه نوشت، نمیدونم اینو حتما اطلاع بدید و بگید درست کنه. نمیدونم تاچ خرابه یا مداده کار نمیکنه کلا، اصلا من چیزی که مینویسم یه چیز دیگه میشه. خب ببین من اینو توضیح بدم تا حالا اونو درستش میکنه. یه دونه مرحله اول جمع‌بندیت نیمه اول اسفنده تا اول اردیبهشته که بیشترین کاری که باید این وسط اتفاق بیفته پایه معمولا جمع‌بندی میشه. چون بچه‌ها اکثرا، البته میگم بچه‌ها دارم تاکید میکنم، دانش آموزی که با کلاس پیشرفته روی این نظم قرار نمیگیره چون با استاد پیشرفته. مرحله اول جمع‌بندی از همون اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشته که معمولا پایه دیگه بسته شده تا حدی هم ترم اول دوازدهمه کار میشه که دیگه اوکی کنید برید جلو. مرحله دوم جمع‌بندی از اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشت که دیگه بس شروع کنید اشکال یابی کنید، یه ذره مشکلات درشت‌تر رو دریابید، تایم بیشتری بذارید. مرحله سوم خرداده که شما کلن درگیر امتحانا میشید. مرحله چهارم هم معمولا 15 روز اول تیر ماه تا کنکوره که دیگه آزمونای آزمایشی و کنکورهای سال قبل زده میشه. البته این سیستم برای زمان بود که بچه‌ها کلاس نمی‌رفتن. ما الان ماشاءالله همه انقدر کلاس‌های آنلاین و مدرسه این داستانا رو داریم، TNT ها رو داریم که دیگه بچه نمیتونه هم بیاد این برنامه رو ببره جلو، هم بیاد برنامه استاد رو ببره جلو. من میگم اون دانش آموزی که درگیر کلاس و TNT و کلاً این داستانا هست و جمع‌بندیش این مدلیه، خیلی مهمه که پا به پای استادش پیش بره. پا به پای استادش پیش بره یعنی آقا اومدی سر کلاس، تابه رو درس داد، تا هفته بعد دیگه نداری، 300 تا تست داده، خب شروع میکنی میری خونه جزوه رو میخونی، حالا خونه که کلاس آنلاینه، جزوه رو میخونی شروع میکنی 300 تا تست تکلیفی که گفته میزنی، یعنی ضرر رو اون دانش آموزی میکنه که تکالیفش رو انجام نده. حالا تایم اضافه آوردی، این آدمای پررو و از خود راضی نباش که من مدادو بزنم دوربینو خورد کنم تو سرت، وقت اضافه آوردی تست مازاد بر تکالیف استاد بزن، چهار تا به خودت سختی بده، برو چهار تا آزمون دانلود کن بزن، به جای اینکه بشینی با نوه اقدس و سقرا هی تا صبح حرف بزنی، پاشو برو چهار تا آزمون مختلف تاور رو دانلود کن بزن ببین آزمونای دیگه دارن چیکار میکنن، من کجای کارم. آدمی که تشنه یه تست نباشد به هیچ عنوان آدم موفقی نخواهد بود. آدمی که دنبال چیزای مختلف نره و وقت اضافه بیاره تو سال کنکور اونم از عید به بعد آدم موفقی نیست. چرا؟ چون همیشه تست هایی تو بازار هست که تو یک بارم ندیدی، یک جا هم نشنیدی، شبیهش هم حل نکردی. پس هر چقدر تست بزنی کمه، کما اینکه وقتی میری سر جلسه کنکور سوالات کنکور رو شما اولین بار همونجا سر جلسه میبینی و حکم سوال تألیفی داره. اوکی اینم از این. پس اینم شد مراحل جمع‌بندی. پس شما اگر با TNT میری تکلیفت کامل مشخصه. حالا اگر با TNT نمیری میخوای عید نوروز چیکار کنی؟ مباحثی که خونی باید به شیوه تکنیک تستی، یعنی مرور به شیوه تستی. ببین تو جمع‌بندی هایی که ما وقتمون کمه، یه هفته دو هفته وقت داریم، بهترین مرور به شیوه تستی. جزوه استاد تو بخونی یا درسنامه کتاب تست تو بخونی، شروع کنی مبحث به مبحث تست بزنی، ولی تو این تست زدنه باید به چند تا موضوع دقت کنی. الهی من فدات شم دیگه، سعی کن درسای اینو دقت کن، اینو دقت کن درس. آها بهتر شد، خدا خیرت بده. خب ببین درسای شبیه ادبیات و عربی رو موضوعی بزن دیگه، شروع نکن. ببین درسایی که این مدلی هن دیگه تو دوران جمع‌بندی تو باید موضوعی بخونی، موضوعی تست بزن. سایر درس ها هم درس به درس دیگه تست نزن، این اشتباهه. چرا؟ من پیر میشم آخر. درس به درس تست نزن. چرا این کارو میگم نکنید؟ به خاطر اینکه توی کنکور دیگه درس به درس به تو سوال نمیدن و کل سال تحصیلی، این خیلی نکته مهمی ها، کل سال تحصیلی عادت کردی به اینکه خب الان باید 30 تا تست تابع بزنم
یا مثلا 30 تا تست فصل یک زیست بزنم. ترکیبی کار نکردی. یا توی کنکور ببین یهو داری تابه حل میکنی، سوال بعدی میره مشتق، سوال بعدی میره مثلثات. یعنی ذهن تو باید قدرت تحلیل این همه مبحث رو در آن واحد داشته باشه. خب اینو تمرین کردی؟ نه تمرین کردی؟ خب بعد میگی چرا قاطی میکنی؟ بعد میگی چرا جیغ جیغ میکنی؟ خب نکردی. باید تمرین کنی. دیگه درس به درس تست نزن. از کل درس ها با هم بزن. مغز تو عادت بده که از سوال درس یک دینی باید بره سوال ده دینی یازده هم. مغز تو عادت بده اگه گوارش زدی سوال بعدی کلیه است. پس اینا رو تو دوران جمع‌بندی با مرور به شیوه تستی تو یاد میگیری. پس این درس ها موضوعی کار میشه، ادبیات، عربی، زبان، اینا همه باید موضوعی. بقیه درس ها درس به درس دیگه کار نمیشه. تست ترکیبی از تمام درس ها با هم من باید تو جمع‌بندی کار کنم که مغزم این قدرت رو داشته باشه و خیلی حائز اهمیته. و موضوع بعدی که خیلی مهمه، ببین توی دوران جمع‌بندی یه چیز خیلی مهمه، اون تکالیفه که دیگه تو رو سوق بینه به سمت کار. تو دوران قبل از جمع‌بندی تو برای تکالیفت وقت تعیین میکردی، تو تکالیف رو مدیریت میکردی. اینجا دیگه تکالیف تو رو سوق میده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا یه کاری که باید انجام بده، یکی از تکلیفات اینه دیگه منابع رو باید عوض کنی، شیوه خوندن رو عوض کنی، برنامه ریزی تو باید عوض کنی. مدل برنامه ریزی میره بیشتر به سمت تست زدن، مدل برنامه ریزی میره به پررنگ شدن عمومی ها، مدل برنامه ریزی میره به باکس های شبانه. پس تکالیفه که برای تو تصمیم میگیره در دوران جمع‌بندی. منابع رو میبری به سمت سخت‌ترین کتاب، سخت‌ترین آزمون ها. آهای توی که آزمون های ستارگان صدا نمیدی، چشمت دراد، چشم من میفتی. آهای توی که آزمون های حنیف کوشکی رو یه روز در میون نمیدی که انقدر خفنن، پس تو رو آب برده چون هنوز نمیدونی تکلیفت چیه. پس دقت کن، این چیز خیلی مهمه. برنامه ریزی مدل تغییر میکند، شیوه مطالعه تغییر میکند، منابع تغییر میکند. اصلا دوران جمع‌بندی یک دوران جداست. چت رو باز میکنیم. چه خبر؟ خواب که نیستید. به قرآن اگه خواب باشید، یعنی فقط خواب که نیستید، چرت بهاری که نمیزنید ایشالله. چه خبر؟ خب خدا رو شکر اوکی شد الان این داستان. فهمیدید دیگه باید چی کار کنید؟ فهمیدید دیگه از الان به بعد تست چقدر مهمه؟ فهمیدید دیگه فقط صرف فیلم دیدن نیست؟ فهمیدید دیگه منابع تو باید عوض کنی؟ فهمیدی عمومی‌ها رو باید پررنگ کنی؟ فهمیدی باید جمع‌بندی تستی کنی برای دروس پایه و حالا یه مروری رو نیم سال اول 12 داشته باشی تو دوران نوروز؟ فهمیدی اگه تی ان تی میری باید تکالیف استاد رو انجام بدی، تست مازاد بر تکالیف استاد بزنی؟ فهمیدی یا من خودم رو اینجا بکشم؟ خب آقای میلاسی، من هنه سوالت رو جواب میدم چون سوالت خیلی خوب بود. خب کتابای جامع، بچه این همه کتاب، موج آزمون، فصل آزمون، آیکیو بهترین منبع برای دوران بعد از ایک. خب نمیر آقا، نمیر. عرب پور نمیر، عرب نژاد نمیر آقا، نمیر. تو منو کشتی، نمیر. روزی چند درس باید بخونم دیگه؟ الان دیگه دانش آموز کنکوری افت داره، واقعا افت داره، خجالت آوره زیر 12 ساعت تایم مطالعه مفید داشته باشه. خیلی رکبت بگم نمیذارن، مرضیه. من خیلی دوست دارم هرس نخورم، موهای سرم سه تای سفید شده، به قرآن راست میگم. خب بعد اینکه دیگه اصلا استرس نداشته باش. مبینا خانم چرا استرس داری؟ وقتی کسی کارشو خوب انجام میده یه جای کارش نمیلنگه، هیچ دلیلی برای استرس نیست. بعد نگران نه عزیزم، چرا نگران باشی؟ محمد حسین ما تمام تلاشمون رو کنیم بهترین ها اتفاق بیفته. استاد میشه در مورد شیوه مطالعه اردو توضیح بدین؟ چشم حتما.
اردو رو الان توضیح میدم. واسه چه جواب سوال بابا، سوالا به خدا زیاده. نزیست و حذف نکن آقا. ماهایی که تازه قراره شروع کنیم چی؟ گفتم دیگه پانتا کجایی تو کلاس خوابی دورت بگردم؟ گفتم باید با از تکنیک مطالعه انتخابی استفاده کنید تو برنامه‌تون. استاد مرسی که درک میکنید، چاکرین، مرسی از شما. خب ما هم بابا، منم یه روز مثل شما دانش آموز بودم دیگه. منم مثل شما اندازه موهای سرم کنکور دادم، دانشگاه رفتم. تمام این روزایی که شما دارید سپری میکنید، حدیث سیف 10 برابرش رو سپری کرده. همه اون چیزایی که داره گولتون میزنه، منم میخواسته گول بزنه. تمام این حال بدیایی که داشتید، حدیث سیف هم کشیده. من لحظه لحظه واقعا درکتون میکنم، ولی دارم اینجا خودمو میکشم، میگم به خدا اینا میره، اینا تموم میشه، اینا میگذره، یه روز میشینی بهش میخندی. خب بعد مهربونی از خودت، من عداتو در میارم، منم چاکر خاتونم. خب آزمونم که گفتم باید شرکت کنید، حتما حتما حتما. یعنی اگر از آزمون فرار کنی، آزمون ندی، باختت 100%. بعد آزمون نه آزمونی که دانلود کنی تو خونه اشغالی دراز بشی رو مبل و تخت بزنی ها، مثل بچه آدم بری شرایط کنکور، چه آنلاین چه حضوری، درست حسابی آزمون بدی. استرس نداره هانی، استرس رو کسی باید بکشه که درس نخونه و یه جای کارش بره. خب ببین سوالا رو بریم سری جواب. یکم بچه‌ها سوالش چی بود؟ وای گفتم خیلی سوالت خوبه، یادم رفت خیلی سوالش خوب بود. حالا دیز اگه فکر می‌کنی اگه یادم اومد بهتون میگم. ببین چی بود؟ خلاصه آفرین، مرسی از ادمین، تو حواست بود من گودم. خب ببین اینه که میگه من زیاد میخونم ولی چرا تو آزمونا پیشرفت نمی کنم؟ چرا مثلا تو آزمون استاد فلانی همیشه بلاکم؟ چرا تو آزمون مؤسسه فلان ترازم همیشه 4000ه؟ چرا فلان؟ ببین راهو داری اشتباه میری. من اینو بارها سر کلاس به بچهای خودم گفتم، تو وایسا گفتم. آقا خوندن روزی همینه که بهت میگم تست زیاد بزن، بعد روز اعلام نتایج، روز انتخاب رشته پا نشی بیای دفتر من گریه و زاری بگی با این رتبه یه کاری کن، فقط یه جای قبول شم، یه انتخاب رشته برام انجام بده استاد، فقط یه جای بیارم. من کسی بودم که روزی 20 ساعت درس میخوندم. بعد میگه چطوری میخوندی؟ میگه ایجی من. بعد مامانه خانم سیف، خدا شاهده این بچه نهار نمیخورد. خانم دکتر خدا شاهده این بچه شام نمیخورد، مهمونی نمیرفت. خانم سیف نمیدونم چرا اینجوری بدبخت شد. تا دلت بخواد بچه میاد. خب چرا؟ چون به حرف مشاور گوش نمیدی. چرا؟ چرا فکر میکنی روزی 20 ساعت درس بخونی، سرت تو کتاب و کلاس باشه، یعنی دلیل موفقیت؟ اونجایی که حدیث سیف اینجا داره خودزنی میکنه، خودشو میکشه، میگه آقا هوش مهمه از این نظر که بدونی چی بخونی، چطوری بخونی، چقدر بخونی، اینا میشه دلیل موفقیت. هوش مهمه برای اینکه بدونی دوران طلایی نوروز یعنی سبقت از دیگران. هوش مهمه یعنی تابستون دوران طلایی. هوش مهمه یعنی الان همه درگیر بازارن، خوابن، خریدن، خونه تکونین، من باید روزی 15 ساعت بخونم. هوش یعنی همه دارن روزی 100 تا تست میذارن، من فردا خودمو میکشم تعداد تستمو میبرم رو 200 تا. اینا میشه موفقیت. خب من آزمون نتیجه نمیگیرم، چرا نمیگیرم؟ تحلیل آزمون من دونه به دونه به من میگه ایراد کار تسلا انیشتن کجاست. یعنی چی؟ خب این سوال گرما، ای بابا من اصلا نکتهشو نفهمیده بودم. خب این سوال زیست، ای بابا این اون روز که عمم اینا خونمون بودن، بچهش انقدر تو اتاق من اومد چرت و پرت گفت، مثلا حواسم به این نکته نبود. پس برمیگرده به اینکه مدل خوندن اشتباه بوده، کیفیت خوندن اشتباه بوده. ای بابا من اصلا این مدل تستو تا حالا ندیده بودم، این طراح آزمون اینو از کجا برداشته آورده؟ چهار تا فوشم بعد میگه به طراح آزمونم میگه دهنت مثلا فلانو از این داستانا که این سوالو از کجا آوردی؟ چرا؟ خب چون تو تست کم نزدی عزیز دلم. الهی من قربون شکل ماهت بشم، این مدل تست تو بازار بوده ولی تو انقدر تست کم زدی، اکتفا کردی فقط به جزوه استادت، فقط 4 تا تست کتاب ایکس که انقدر راحته یه بچه پنجم ابتدایی هم میتونه بزنه، میری سر آزمون گند میزنی و پیشرفت نمیکنی، با اینکه داشتی روزی 20 ساعت درس میخوندی. تعداد تست هم چند تا؟ خانم سیفتی خودمو بکشم الان 50 تا رو میزنم. خب تو اصلا صحبت تراز 6000 به بالا رو نکن توی این بازه زمانی. خب اینم از این. پس تست. خب عشق دلم ببخشید غلطات چند تا بوده دورت بگردم؟ خانم سیف نزدیک 32 تا غلط زدم از کل سوالا. خب تو هم دور تراز 6000 رو خط بکش،
هنوز مهارت غلط نزدن و بلد نیستی بشین روزی 20 ساعت بخون، آزمون جواب نمیده. مدیریت زمان چند تا نزده ده؟ بابا دینی از 25 تا سوال 15 تا نزده. وقت کم آوردم، 10 تا سوال اول انقدر ترکیبی و وقتگیر بود که اصلا یهو به خودم اومدم وقت دینی تموم شد. خب تو هنوز یاد نگرفتی که تو اسفند ما باید همه سوالای آسون رو اول بزنی یا بقیه جا نمونی بعد بیای رو سوالای وقتگیر؟ یعنی تو هنوز هنر آزمون دادن رو بلد نیستی؟ پیشرفت نمی کنی. خیر خیر، پیشرفت نمی کنی. پس اینم میشه داستان آزمون دادنت. ببین تمام تلاشتون رو بکنید، خیلی هم وقت نداریم. یه موضوعی که خیلی مهمه من باید بهتون بگم، در مورد جنبندی تقریبا همه این نکات مهم رو گفتم و عید رو جدی بگیرید. حتما اردو عید رو ثبت نام بکنید، برنامه ریزیتون رو حتما ثبت نام بکنید و اردوهای حضوری آنلاین هر چیزی که هست حتما ثبت نام بکنید. و این دوران 3 ماه بعد از عید رو خواهش میکنم خودسرانه رفتار نکنید. من دیگه نمیدونم اینو واقعا باید به چه زبونی بیام بگم که جایی نمونه برای اون شاگردی که سال بعد همین موقع تلفن رو برداره. سلام هدی سیف، خوبی جانم عزیزم؟ استاد من ترازم 7200 بودا ولی دیگه از اسفند که کشیدم کنار بریدم و دیگه کم آوردم. پس خواهشم ازتون اینه، اینو خیلی جدی بگیرید و درست رفتار کنید. به والله دارم قسم میخورم به جون خودم که خیلی عزیزم، خودشیفتگی خاص دارم به جون خودم دارم بهتون میگم، واقعا کل سالی که درس خوندی رو بذاری یه طرف ترازو، این فارغ التحصیلا قشنگ میفهمن من دارم چی میگم. کسی که یک بار کنکور داده کاملا الان متوجه هستش که حدیث سیف چی گفت. کل سال رو بذاری یه طرف، 3 ماه بعد از عید تو بذاری یه طرف. انصافا اگر میخوای قبول بشی جون من، این 3 ماه رو آدم دیگه ایشو تغییر کن. بعد میدونیم آدم وقتی تلاش میکنه، ببین حرف چرت میزنم، خدایی اگه حرف چرت میزنم خدایی چرت و پرت میگی، من میگم آدم وقتی داره تلاش میکنه واسه زندگیش واسه آیندهش، علاوه بر اینکه خودش حس و حال خوبی داره، من میگم اعتماد به نفس میتونه، بچه ها میتونه یه قسمت تعریفش همین باشه، تلاش واسه آرزوهامون، تلاش واسه همه رویاهایی که شب میخواییم بخوابیم سرمونو میذاریم رو بالش، همه رویاهامونو توی ذهنمون نقاشی میکنیم، خیلی حس خوبیه. ولی فقط نقاشی کردنه نباشه، نقاشی بکن ولی فردا صبحش که پاشدی واسهش تلاش کن. همین که هر روز آلارم گوشی من یه چالش برای بچه های خودم گذاشتم، قرار شده انشالله از فردا پس فردا همه روزی 10 دقیقه زودتر بیدارشن. خیلی کار خفنیه، واسه همین 3 ماهی که میگم واقعا مهمه. خب این رویاها تو شبا قبل خواب نقاشی کن، چشاتو ببند و نقاشی کن، صبح که بیدار شدی واسهش تلاش کن. یعنی اعتماد به نفس واقعا از همون تلاشایی میاد که ما واسه اهدافمون و رویاهامون انجام دادیم. این تونه یه تعریف خیلی بزرگ از اعتماد به نفس باشه. و واقعا اگر قرار باشه، حالا بذار یه خدافظی باهاتون بکنم، یه لحظه دیگه چتو باز کن من یه خدافظی کنم، جمله آخرمو بگم چون تایم کلاسمون هم 3 دقیقه 4 دقیقه وقت داریم که خب پس بچه‌ها دارم میندازم بیرون، یه خدافظی جمله آخر خواهش میکنم. مرسی، خیلی روک بهم گفتن برو بیرون، خیلی روک، شوخی میکنم بچه. خب چالش از پس فردا شروع میشه، قراره همه 10 دقیقه بیشتر. مرسی 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 مرسی، دوستتون دارم خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد، عید شما مبارک. مرسی، حالا میام حتما یه لایف میذاریم تو گروه با هم حرف میزنیم، سال جدید با هم شروع میکنیم، تنهاتون نمیذارم، میتره کنیم. خیلی مرسی، شما خسته نباشید. یه جمله پایانی بگم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. میخوام بهت بگم که اگر امروز و همین الان و همین لحظه تلاش نکنی، زحمت نکشی، چیزی رو
نسازی برای فردات، فردای آینده هیچ چیزی واسه تماشا کردن نداری. هیچ چیزی. ببین توی روانشناسی ما هم بحران 30 سالگی داریم، هم بحران 60 سالگی داریم. واقعا اگر یه فرد توی زندگیش به جایی نرسه، اثری از خودش توی این دنیا به جا نذاره، اثر انگشتی از توی این دنیا به جا نمونه، من بهت قول میدم، دچار این بحران ها خواهی شد از نظر روحی روانی. پس تمام تلاشتو بکن که فردا روزی که بزرگ شدی خیلی چیزای قشنگی داشته باشی واسه تماشا کردن، همه چیزایی که ذره ذره وجود تو برای ساختنشون گذاشتی. دوستتون دارم خیلی زیاد. مواظب خوبیاتون باشید و مواظب مهربونیاتون باشید. این دنیا به آدمای خوب و مهربون خیلی نیاز داره. مهربونی نباید با دیدن یه بدی از بین بره. آدمای بدم تو جامعه زیادن، نذارید روتون تاثیر بذارن. بذارید همیشه حس و حال خوب به بقیه منتقل کنید. همیشه آدم خوبه یه داستان باشید، همیشه صبور باشید و پر از حس و حال خوب. اگر حس رویدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. یا حق، خدا نگهدار.